آماده شدن مسلمانان برای ماه رمضان در اورشلیم با آب و جاروی سنگفرش فرش مسجد و چراغانی تاخها و گذرگاه ها. سنتی که در مصر و ترکیه هم رواج دارد و هر سال با آویزها و ریسه های نورانی به استقبال ماهی می روند که به باور مذهبیشان ماهی مبارک است. در ایران مطابق هر سال از چند روز پیشتر ستادهایی که با عنوان استحلال نامگذاری شدند به نقاط مرتفع اعزام شدند تا به رویت هلال ماه آغاز رمضان را اعلام کنند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تکیه بر گزارش های همین ستات ها یک شنبه را نخستین روز ماه رمضان اعلام کرد. نخستین روز ماهی که در ایران کمی نسبت به اغلب کشورهای مسلمان متفاوت است. ماهی که به باور شیعیان در برگیرنده شبهای احیا و کشته شدن امام نخست شیعیان است و بنابراین کمتر نشانی از ریسه ها و آویزهای چراغانی یا جشن و شادمانی در آن پیداست. معممین شیعه مردم را در این ماه به تزکیه نفس و دعا برای بخشیده شدن گناهان ترغیب می کنند و همزمان قوه غذایی و دستگاه های اجرایی و انتظامی نسبت به آنچه رفتارهای نامتعارف می خوانند هشدار می دهند.

در ای به حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی آنچه را روزخاری در ملع عام میخواند جرم اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی با به گفته او روزخاران حتی در خودروی شخصی شد. دادستان کل کشور در این نامه از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا با کسانی که به گفته او به هر دلیل روزه نیستند اما تظاهر به روزخاری می کنند تحت عنوان اقدام به جرم مشهود برخورد قانونی لازم صورت گیرد این در حالی است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین و مقررات روزخاری در ملعه عام به سراحت جرمنگاری نشده و مستوجب مجازات هم اعلام نشده است با این حال قضات با استناد به ماده 638 کتاب تعذیرات قانون مجازات اسلامی برای آنچه تظاهر به روزخاری می دانند حکم به مجازات می دهند این ماده قانونی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و از ده روز تا دو ماه حبس یا تا 74 ضرب شلاق برای آن در نظر گرفته است در عین حال مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برای روزخاری در مرتبه سوم یا در مرتبه چهارم حکم اعدام را هم در نظر گرفته است مداخله و جرمنگاری رفتارهای فردی مردم و وضع محدودیت بیشتر در این ماه در حالی شدیدتر می شود که دادستان کل کشور تأکید کرده که برخورد با مردم شامل سرنشینان خودروهای شخصی هم می شود. در ایران از اردی بهشت ماه سال 94 و همزمان با اجرایی شدن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خودروهای شخصی مردم فضای عمومی تلقی می شود و به معموران اجرایی و انتظامی اجازه برخورد با سرنشینان آنها داده شده. همزمان با نامه دادستان کل کشور فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای به شهروندان نسبت به آنچه رفتار نامتعارف در در ماه رمضان میخواند هشدار داد در این اطلاعیه مواردی همچون هرگونه تظاهر به روزخاری در ملع عام پوشش نامتعارف کشف حجاب و به گفته آنها اختلاط نامتعارف زن و مرد به عنوان مصادیق این رفتارهای نامتعارف اعلام شده است. در سالهای گذشته و در ماه رمضان گزارش های متعددی درباره بازداشت شهروندان ایرانی منتشر شد و تنها در سال 94 500 نفر در شیراز در ماه رمضان به دلیل آنچه روز خاری خانده شد بازداشت شدند. محیار تحماسبی، رادیو فردا.